نهنگ شماره 13 بازار 1 میلیون دلار شیبا اینو خرید. رشد 8% شیبا اینو بعد از خرید 136 میلیون دلاری یک نهنگ و جواب مثبت رابین هود به شیبا. با ما باشید تا جدیدترین اخبار شیبا اینو رو از دست ندید. و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها با خبر بشید. نهنگ شماره 13 بازار 1 میلیون دلار شیبا اینو خرید. به گزارش پلتفرم تحلیلی ویل، یکی از بزرگترین نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال بیش از 34 میلیارد توکن شیبا اینو خریداری کرده است. این آدرس با خریدهای سنگینی که در ماه گذشته انجام داده بود، همینک در حدود 198 میلیارد واحد شیبا اینو در اختیار دارد. ارزش این واحدها تقریبا 62 میلیون دلار است و فقط 5% از دارایی‌های این نهنگ را تشکیل می‌دهد. حدود 75% دارای این نهنگ دوج کوین است که ارزش آنها بالغ بر 914 میلیون دلار است. ارزش تترا و اتریوم های وی هم به ترتیب 65 میلیون و 53 میلیون دلار است. گفتنی است این آدرس در فهرست نهنگ‌های بزرگ ویل در جایگاه 13 قرار دارد. رشد 8% شیبا اینو بعد از خرید 136 میلیون دلاری یک نهنگ. داده‌های وبسایت کوین مارکت نشان می‌دهد قیمت شیبا اینو در 24 ساعت گذشته 8% بیشتر شده است. این رشد قیمتی در حال ایجاد شد که یک نهنگ اتریوم حدود 4 تریلیون توکن شیبا اینو را خریداری کرده است. ارزش این تعداد توکن حدود 136 میلیون دلار برابر شده است. این میم کوین همینک رتبه 13 را در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارد. و حالا شیبا بارش بازار حدود 17 میلیارد دلار در رتبه 13 بازار قرار داشته و سهم 0.74% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این رده با قیمت 0.4 تا 0.32 دلار با احتساب نرخ تتر 3192 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 2 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر حدود 11% افزایش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 برابر با 0.408 دلار بوده که همینک 57% پایین تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 17% از حجم معاملات روزانه است که اگه به دیروز نگاه کنید حدوداً 3% رشد داشته است. و حالا تغییرات یک ساعته، یک روزه، 60 روزه، 6 ماهه و یک ساله همگی مثبت بوده و تغییرات 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه روند نزولی رو به خود گرفته که مطمئناً در آینده به روند سودی تبدیل خواهد شد. یک خبر مهم، یک کیف پول چند میلیون دلاری دیگر پس از 8 سال فعال شد. وبسایت تحلیلی ویل گزارش داده است که یک نهنگ بیت کوین پس از حدود 8 سال کیف پول خود را فعال کرده است. این آدرس حاوی 321 بیت کوین بوده و از سال 2013 تا کنون هیچ فعالیت نداشته است. ارزش این تعداد بیت کوین در آن زمان حدود 6000 دلار بود. ولی با رشد بیت کوین ارزش اندوختن این نهنگ اکنون به بیش از 15 میلیون دلار رسیده است. و مدیر عامل بایننس نباید ارزهای دیجیتال ملی را از کل اکوسیستم جدا کرد. چانگ مدیر عامل صرافی بایننس معتقد است که راه اندازی ارزهای دیجیتال ملی می تواند برای کل اکوسیستم ارز دیجیتال مفید باشد، اما گفته است که دولت‌ها نباید ارزهای دیجیتال ملی خود را از فضای ارزهای غیر متمرکز جدا کنند. او در این باره گفته است از آنجایی که دولت‌ها به دنبال راه اندازی ارز دیجیتال ملی خود هستند به آنها هشدار می‌دهم که از این مرز در این حوزه خودداری کنند. و آدرسی دیگر حاوی 11 میلیون دلار بیت کوین پس از 9 سال فعال شد. اخیراً یک آدرس قدیمی با 235 بیت کوین موجودی که با قیمت‌های فعلی ارزشی بیش از 11 میلیون دلار دارد پس از 9 سال مجدداً فعال شده است. داده‌های مربوط تراکنش‌های این کیف پول نشان می‌دهد که 100 بیت کوین به ارزش 4 میلیون دلار از این کیف پول برداشت شده است. تخمین زده می‌شود که 20% از کل بیت کوین‌های موجود پیش از این به دلایل مختلفی نظیر گم شدن کلید خصوصی از دسترس خارج شده باشند. اما خبرهای مهم شیبا این روزها داره داغ و داغتر میشه. همینجور که میدونید دقیقاً دیروز بود که یک خبر منتشر شد به گفته یکی از افراد که رابین هود برای لیست کردن شیبا اینو در سال 2022 در برنامه ریزی. به همین دلیل شیبا از قیمت 0.4 تا 0.28 تا 0.29 یک رشد خیلی زیادی رو تجربه کرد و دوباره حالا یک نهنگ جدید دوباره رشد شیبا چند برابر شده. به همین دلیل شاید روند سودی شیبا همچنان ادامه داشته باشه، ولی این رو به خاطر بسپارید که روند شکننده است و امروز هم دوباره بیت کوین یک روند افزایشی رو تجربه کرد، یعنی روند سودی رو تجربه کرده. ولی در سال 2022 منتظر پامپ و انفجار شیبا باشید که کمی مونده وارد سال 2022 بشیم و
کسانی که قصد خرید شیبا دارن همکنون میتونن اقدام کنن. درست شاید در بازار قیمتی بالاتری نسبت به دیروز باشه، ولی افرادی هستن که در این میان صبر میکنن که بازار قیمتی پایینتر برسه و بعد از اون خریداری کنند. اما شاید انفجار شیبا به یک بار شروع بشه و اون موقع هستش که شما میگید پشیمان هستیم و دیگر پشیمانی سودی ندارد. اگه قصد خرید شیبا دارید همکنون میتونید خریداری کنید. و اما نکته مهم دیگه، آیا شیبا به یک سنت و بعد از اون به یک دلار میرسه یا نه؟ مطمئناً منتظر این نباشید که در سال 2022 شیبا به یک سنت و یا به یک دلار برسه، اما این رو توجه داشته باشید که در چند سال آینده ممکنه این اتفاق بیفته، ولی در سالهای 2023 یا 2025 شیبا یک صفر دیگه میندازه و به مرزهای یک سنتی نزدیک میشه. اما این نیستش که در سال 2022 یک صفر بندازه، شاید هم اتفاق بیفته ولی احتمالش خیلی خیلی کمه. به گفته کارشناسان در سال 2022 روند انفجاری شیبا شروع میشه و رکورد قبلی رو میشکنه و همچنین با شکستن رکورد قبلی مطمئناً سودهای چند برابری رو برای هولدرهای شیبا به وجود میاره. اما خیلی ها میدونم که میپرسن آیا با سرمایه اندک میشه وارد عرصه دیجیتال شد یا نه؟ قطعا میشه، ولی باید یک سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید. همینطور که میدونید حالا من چند خبر رو براتون خوندم از بیت کوین. اگه دقت کرده باشید چند کیف پول کردن چند سال پیش، 8 سال 9 سال پیش اونجا بیت کوین رو خریدن و دیگه ولش کردن. حالا میدونید چقدر سرمایه‌شونه و چقدر براشون سود آورده. به همین دلیل باید اگه سرمایه‌تون اندکه باید سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشید. اما سرمایه‌تون خیلی زیاده میتونید هم سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و هم سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشید. میتونید تعداد خیلی زیادی شیبا رو در بازار قیمتی که دیروز بود مثلا برای مثال 0.4 تا 0.29 و 28 بخرید و در بازار قیمتی 0.4 تا 0.32 بفروشید که اگه تعداد خیلی زیادی بخرید مطمئناً سودای چند برابری رو تجربه خواهید کرد. اما اگه قصد دارید هدفتون سرمایه‌گذاری بلند مدت تعداد زیادی شیبا می‌خرید، اون موقع سودای چند صد برابری رو میتونید تجربه کنید. به همین دلیل باید در عرصه دیجیتال صبر داشت. و نکته مهم دیگه اینه که اگه قرار در سال 2022 انفجار شیبا شروع بشه چند نکته الزامی، این که صرافی، نهنگا، هولدرها، تیم توسعه دهنده شیبا و افراد اینفلوئنسر و معروف مانند ایلیان ماسک و بعضی افراد دیگه. به همین دلیل این چند فاکتور به هم خیلی خیلی وابسته اند، یعنی چند تاشون اگه با هم رخ بدن مطمئنا انفجار شیبا شروع خواهد شد. ولی یک توصیه مهم برای هولدرهای شیبا، خواهشن صبور باشید و این نیستش که بعضی خبرا رو میخونید شیبا به 1 دلار میرسه فوری بری شیبا خرید. اینجوری نیست. کسانی که قصد سرمایه گذاری در شیبا و تمام میم ها رو دارند باید سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشند تا بتونن در این زمینه یک سود چند برابری رو تجربه کنند. اما اینم بهتون بگم، کسانی که سرمایه زیادی دارند خب میتونن در یک ماه، دو ماه، سه ماه یک سرمایه گذاری خیلی خیلی خوب رو انجام بدن، یک سود خیلی خوبی هم ببرن. ولی کسانی که سرمایه اندک دارن حتما باید سرمایه گذاری بلند داشته باشند تا بتونن در این زمینه فعالیت کنند. و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو هم فعال کنید تا هیچ کس ویدیو ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. تا درودی دیگر و تحلیل دیگر، بدرود.